آره نپرسیدم، چون مطمئنم که پسر من هیچ وقت نمیتونه همچین کاری بکنه. اگه میخوای چیزی بپرسی یا سوالی داری حتما بگو. خب پس بیاین شروع کنیم. اول یک کاری میکنیم، شما دوتا اصالتتون رو به من بگین. اصالت شما دو نفر باید با هم تطابق داشته باشه، باید مثل هم باشن. خیلی خوب بگو، اون روز تو مصوری چه اتفاقی افتاد؟ ما تو مصوری داخل مغازه همدیگر رو دیدیم. بابا، مامان کجاست؟ نمیتونست تو رو تو این وضع ببینه پس نایمد. خیلی خوب اونا رو ببرید، الان وقت ملاقات نیست. من ازش خواستم که نیاد. بشین. امیدوارم که آماده باشید. خوبه، بریم؟ اجازه بدید دادگاه شروع کنی. جناب قاضی، ما در ایالت مهاراشترا هستیم تا به پرونده زویا آرورا و آدیتیا هودا رسیدگی کنیم. هر دو نفرشون متهم به قتل همسرشون هستند. جناب قاضی، در شب 19 ماه مارس مرگ شوهر زویا آرورا، مرحوم یاش آرورا و همسر آدیتیا هودا، مرحوم پوجا هودا، یه تصادف ساده نبوده. در واقع این یه قتل کاملا برنامه ریزی شده بوده. و چرا به قاضی؟ مدرک من تو این پرونده اینه که وقتی هر دو فهمیدن که همسراشون با همدیگه ارتباط دارن و خیانت کردن، میخواستن ازشون جدا شن. باعث شد که به دنبال انتقام باشن، اول با همدیگه ملاقات کردن، بعدش نقشه کشیدن. این دو نفر با همدیگه نقشه کشیدن تا تصادف با ماشینا صحنه سازی کنن و این کاملا قتل عمد حساب میشه. جناب قاضی، اینا کپی اوراق طلاق هم. زویا از اوراق طلاق خبر داشت؟ تو یا زویا اینا از ما پنهون کردید؟ اگه یاش نمرده بود، من با دستای خودم میکشتمش. شما ادامه بدید. جناب قاضی، در تاریخ 19 مارس هر دو که اونا در موسوری بودن، هر دو گروه همدیگر رو دیدن، درباره نقششون حرف زدن و اونو بالاخره نهایی کردن. نکته جالب اینجاست که اونا همسرشون رو به قتل رسوندن. بعدش میخواستن با همدیگه شروع یه زندگی جدید رو داشته باشن. هر دوشون انقدر به هم نزدیک شدن که یه ارتباط عمیق بینشون شکل گرفت. جناب قاضی، به نظر شما با این همه شواهد این دو نفر قاتل نیستن؟
اعتراض دارم. جناب قاضی دادستان داره داستان میسازه. و جناب قاضی، آدیتیا و زویا با هم رابطه این ندارن. آقا کهوتا، اگه ما الان تربر بر فکری بزرگی مثل شما قرار گرفتیم، پس قطعا همه که مدرکمون آماده کردیم. جناب قاضی، اگه اجازه بدین من میخوام چند تا شاهده به جایگاه دعوت کنم. بفرمایید. اولین شاهد من خواهر مرحوم یاش آرورای و همینطور همکار آدیتیا و زویا هم هست، خانم ماهی آرورا. چیزی جز حقیقتا نمیگم. خیلی خوب خانم ماهی آرورا، رابطه شما با زویا چطور بود؟ زویا و یاش 5 سال بود که با هم ازدواج کرده بودن، اما تو این 5 سال زویا هیچ وقت سعی نکرد با من و مادرم ارتباطی داشته باشه. هیچ وقت. بعد از مرگ برادرم، خب راستش ما یکم با زویا آشنا شدیم. شما با زویا آدیتیا توی دفتر کار میکردین؟ بله. خب نظر شما چیه؟ فکر میکنید که این تو نفر مقصره؟ زویا با ما زندگی میکرد. من اوایل به جفتشون اصلا شک نداشتم، اما کم کم با رفتارشون من احساس کردم که یه خبرایی هست. آقا من حتی خجالت میکشم بگم، اما اونا رو دائم کنار هم میدیدم. بعضی وقتا توی شرکت بعضی وقتا هم جاهای دیگه. من حتی یه بار دیدم که آدیتیا صبح زود از اتاق زویا بیرون اومد. شوکه شده بودم. اما جلوی همه وانمود کردن که با هم دیگه دشمنن. جوری رفتار میکردن که انگار نمیتونن هم دیگر رو تحمل کنن. جناب قاضی، اونا لحظه ای نبود که کنار هم دیگه نباشن. همه جا با هم بودن. همیشه دنبال فرصتی بودن تا با هم باشن. حتی توی مراسم ها اگه کسی نبود که شادی کنه، اونا با هم دیگه خوشحال بودن. در واقع اونا حتی با هم دیگه به خرید می رفتن. آدیتیا یه بار کیسه های خرید زویا رو به خونه آورد. حالا اینا چیزای خیلی کوچیکیه. از این اتفاقا زیاد می افتاد. حتی وقتی که تصمیم گرفتن برای قرارداد با ورانی با هم ازدواج کنن، از حدش گذشتن. ازدواج واقعا چیز بزرگیه. بعد فکر کردم که یه چیزی این وسط اشتباهه، چون زن و شوهر جفتشون به تازگی فوت کرده بودن. اصلا چطور میشه توی همچین شرایطی ازدواج کرد؟ ماهی چرا داره این حرفا رو میزنه؟ اون که حقیقتو میدونه. خب خانم ماهی، بفرمایین بشینی. من چند تا عکس از عروسی ساختگی آدیتیا و زویا دارم. بفرمایید. نمیخوای به ماهی چیزی بگی؟ نه، چیزی نمیگم. من امروز حرف دلمو میزنم. رسیدگی دادگاه به پرونده ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
آدیتیا چی داری میگی؟ زویا چاره دیگه ای نداری. ما باید حقیقت ماهی رو به دادگاه بگیم. باید بهشون بگیم اون از من خواستگاری کرده و من قبول نکردم. به خاطر همین داره اینجوری انتقام میگیره. تو شاهد این موضوع هستی؟ ببین آدیتیا، ماهی هرچی که باشه یه دختره و من نمیخوام. منظورت چیه که دختره؟ بعد از این همه اتفاق تو هنوز به ماهی اهمیت میدی؟ اون کلی دروغ درباره تو گفت، تو رو متهم کرد، باعث شد تو دردسر بیافتی. کی تو رو قانع کرد که ازدواج کنی؟ گوش کن آدیتیا، هرچی که باشه عشق ماهی واقعی بوده. مادرشم الان اینجاست. من نمیتونم جلوی یه مادر به دخترش توهین کنم. من نمیتونم تحقیرش کنم. زویا پس آبروی تو چی میشه؟ اون داره بهت تهمت میزنه، داره بهت توهین میکنه، میفهمی؟ آدیتیا. زویا نماده باش، بعد استراحت میفرستم جایگاه شاهد. میگی آدیتیا پیشنهاد ازدواج ماهی رد کرد و خودت اینو دیده بودی، بقیه‌شو بسپار به من. من متاسفم، لطفاً منو ببخشید، من نمیتونم همچین کاری کنم. منظورت چیه نمیتونی؟ هیچی، خانم دوباره عقلش رو از دست داده، حاضر خودش بمیره، من بمیرم، اما حاضر نیست حقیقتو درباره ماهی بگه. میدونی چرا؟ چرا؟ چون نمیخواد مادر شوهرش رو ناراحت کنه. یعنی چی؟ من زویا دوباره فکر کن به این قضیه. تو به فکر آزادی خودتی، یه خانواده یا یاش. من نمیتونم مادرش رو بیشتر از این ناراحت کنم. اون همین الانم تو شرایط سختی. خیلی بیچشم و روی دختر، از خودت بدت نمیاد ها؟ دلت نمیخواد خودتو بکشی؟ خواهر منو تو دردسر انداختی، از کی برنامه‌شو داشتی ها؟ نمیدونم خواهرم چه روزی برادر تو رو دید، اما لعنت به اون روز باشه. شما خواهر و برادر زندگی ما رو نابود کردید. نیسه روانی ها رفتار نکن، اگه بخوای زیادی خودتو قاطی کنی تو رو هم با خواهرت میندازم زندان، فهمیدی یا نه؟ منو میندازی زندان ها؟ من اگه برم زندان تو رو هم با خودم میبرم و اینقدر میزنمت که دیگه نتونی خودتو بشناسی. نابودت میکنم دختر یعوضی، کار میکنم که از زندگی پشیمون. نور داری چی کار میکنی؟ ولم کن، دست از سرش بر نمیدارم. نور اینجا خونتون نیست، اینجا دادگاهه، نباید اینطوری رفتار کنی. ببخشید آقای هودا، من مثل شما عاقل نیستم، آدم درویم نیستم که کسی رو فریب بدم یا بهش خیانت کنم، مگه نه؟ نور تو منو فریب دادی. زویا اگه به من اعتماد نداری میتونی یه وکیل دیگه بگیری. شاید تو به من اعتماد نداشته باشی، اما من به تو اعتماد دارم. زویا میدونی که باید چی کار کنی، درسته؟ ولش کن بابا، اون پای حرفش میمونه. اجازه بدید دادگاه رو آغاز کنی. جناب قاضی، شاهد بعدی ما مادر مرحوم یاش آروره، خانم مادو آروره. شاهد
چیزی جز حقیقت نمیگم. خانم امادو، شما از رابطه پنهانی پسرتون با پورجا اطلاع داشتین، درست میکن؟ نه، منم مثل بقیه بعد از اون تصادف از حقیقت با خبر شدم. خیلی خوب، کی از رابطه گزو یا آرورا و آدیتیا هودا با خبر شدی؟ عروس شما وقتی که تو خونه شما بود با کسی دیگه هم در ارتباط بوده، درست میگم؟ من فقط چیزیو که میبینم باور میکنم، با چشای خودم دیدم. آدیتیا و زویا مراسم عروسی گرفتن. شما فکر میکنید که پسرتون توسط زویا و آدیتیا به قتل رسیده؟ ازتون یه سوال پرسیدم خانم امادو، لطفاً جواب بدید. خانم امادو، لطفاً حرف بزنید، یه چیزی بگین، واقعیتو به دادگاه بگین، اینکه اون تو نفر پسرتون رو کشتن رو بگین. به هیچ عنوان. من هیچ وقت همچین چیزی رو ندیدم و حتی نشنیدم که ثابت کنه زویا توی مرگ یاش نقشی داشته باشه. خانم مادو، فکر کنم شما نفهمیدین چه سوالی ازتون پرسیدم. متوجه شدم. من نمیدونم چه رابطه ای بین زویا و آدیتیا وجود داره، اما میدونم که زویا هیچ نقشی توی مرگ پسرم نداشته. جناب قاضی، بیشتر وقتا میبینیم که یک مادرشوهر عروسش رو تحقیر میکنه یا بهش تهمت میزنه، اما امروز خانم مادو ثابت کرد که رابطه ی عروس و مادرشوهر همیشه بد نیست و برای بعضی از مردم حقیقت و عدالت از هر چیزی مهمتره. مامان تو چت شده؟ بهت گفته بودم که چی کار باید بکنی یا چی باید بگی، کاملا اشتباه کردی، به من خیانت کردی، به من. ماهی، من فقط حقیقت رو گفتم. هر مشکلی که بین من و زویا باشه، هر رابطه ای که با آدیتیا داشته باشه، با این حال زویا نمیتونه قاتل پسرم یاش باشه. این چیزیه که قلبم میگه. عشق زویا به پسرم یاش واقعی بود. مامان لطفا. آره، من از دستش عصبانیم، من از دست زویا عصبانیم، اما این به این معنی نیست که میتونم تهمت نادرستی بزنم تا مجازات شه. زویا دختر بیگناهیه. چیه دست راجویر؟ نکنه برامون درد سر بشه. جناب قاضی، شاهد بعدیمون یه افسر از اداره مرکز تحقیقاته، آقای که راجویر کنن. ز
سوگند میخورم که چیزی جز حقیقت نخواهم گفت. خب آقای راجویر. بله. شما شدیداً پیگیر این پرونده بودین، درست میگم؟ درست. خب چه زمانی حس کردین که یاش آرورا و بوجاهودا توسط این تو نفر کشته شدن؟ خب من همون روزی که اون دوتا به هم دروغ گفتن بهشون شک کردم، اینکه جفتشون همدیگر رو نمیشناختن. وکیل مدافع ما آقای هودا چند دقیقه پیش از من سوالی پرسیدن، اینکه ما چه مدرکی داریم که ثابت میکنه آدیتیا و زویا در 19 مارس در موسوری همدیگر رو دیدن. جناب قاضی، در روز 19 مارس آدیتیا و زویا در موسوری بودن. ما فیلم دوربین مدار بسته‌ای داریم که اینو ثابت میکنه. این فیلم از مغازه‌ای که ازش خرید میکردن گرفتم. اگه بخواید میتونید فیلمو ببینید. جناب قاضی، شما به وضوح میبینید که این دو نفر دارن با هم کادو میخرن. در واقع یکیشون داره خرید میکنه و اون یکی داره پولشو پرداخت میکنه. جناب قاضی، دوتا غریبه با هم اینطوری رفتار نمیکنن. این چی عادی؟ بابا آخه جناب قاضی، اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. اونجا اولین باری بود که همدیگر رو دیدیم. متاسفم جناب قاضی، از طرف موکلم عذرخواهی میکنم. خیلی خوب آقا یادیتیا، حداقل قبول کردین که شما دو نفر قبل از تصادف با هم آشنا شدین. امو، فردا سالگرد ازدواج من و یاشه. جناب قاضی، من تا به حال با همچین پرونده جنجالی تو عرفم برخورد نکردم. هیچ وقت اینطوری نبوده. اما حقیقت اینه که یاش و پوجا یه رابطه مخفی داشتن. در همین حین این زن و شوهر عصبانی هر دو برای قتل اونا نقشه کشیده بودن. لازم به ذکره که به محض اینکه یاش و پوجا رو از سر راهشون برداشتن، رابطه مخفیانه خودشون رو شروع کردن. لطفاً راجع به زندگی شخصی من صحنه نسازین. من نمیتونم تحمل کنم، لطفاً. متاسفم جناب قاضی، از طرف موکلم زویا رو عذرخواهی میکنم. و میخوام بهش یادآوری کنم که اینجا دادگاهه. احساساتی شدن درست نیست، پس احساساتتون رو کنترل کنید. آقای راجویر، لطفاً بفرمایید بشینید. حتماً جناب قاضی. جناب قاضی، پرواز آقای هودا در 19 مارس به کاتماندو میرفت، ولی فرود اضطراری داشت و هواپیما را تو دهرادون فرود آورد. حالا چرا این کارو کرد؟ شاهد بعدیمون قراره اینو براتون توضیح بدن. شاهد بعدی دیراج پاندیه. نفسه سینم درد میکنه. ازش مراقبت کن. من سوگند میخورم که چیزی جز حقیقت نخواهم گفت. خیلی خوب آقای دیراج پاندی،
شما در 19 مارس از بمبئی تا کاتماندو با هواپیما سفر کردین. بله آقا. شما در حین پرواز ناگهان حالتون بد میشه، درسته؟ درسته آقا. خلبان پرواز آقای آدیتیا هودا فرود اضطراری رو تو دهرادون انجام دادن، درسته؟ بله. آقای پانتی، دقیقاً چه اتفاقی براتون افتاد؟ اعتراض دارم جناب قاضی. ایشون دارن شاهد و هدایت میکنن. آقای پاندی اون روز دچار حمله قلبی شده بود. اعتراض وارده. ممنون جناب قاضی. خب آقای پاندی، به همون بگید که آقا شما فوراً به بیمارستان منتقل شدید؟ نیازی نبود که من به بیمارستان برم. کادر پزشکی فرودگاه منو معاینه کردن و گفتن که مشکل معده موجه، هیچ نگرانی نیست. جناب قاضی، این یه واقعیت واضحه که علائم هر دو بیماری یکسانه. چنین سوء تفاهمی اغلب اتفاق میافته. موکل من آقای آدیتیا هودا نمیخواست جون این نفر به خطر بیافته، برای همین پروازشو در دهرادون فرود آورد. جناب قاضی، شاهد بعدی من کمک خلبان هواپیماه. آقای روحیت دفدار. من چیزی جز حقیقت نمیگم. لطفاً با جزئیات به همون بگید که وقتی آقای پاندی در هواپیما حالشون بد شد چه اتفاقی براشون افتاد، ها؟ اون روز مهماندار به آدیتیا گفت قفسه سینه مسافر درد میکنه. فقط جهت اطلاع میشه بگین گفت قفسه سینهش درد میکنه، مگه نه؟ نگفت چرا حمله قلبی شده، درسته؟ درسته. یعنی آقای آدیتیا فرض کرده که این یه حمله قلبیه، آره؟ بله. مسافر صندلی 25 ردیف دی درد قفسه سینه داره، احتمالاً حمله قلبی. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش تو دهرادون فرود اومدی. تصمیم کی بود که اونجا بخواد فرود بیاد؟ آقا آدیتیا یا برج مراقبت؟ آدی، توی چنین شرایطی نمیشه از بین کوها فرود بیای. اینجوری جون بقیه مسافرا به خطر میافته. اتفاقی نمیافته، فرود بیاد. آقای روحیت، لطفاً جواب بدی. این تصمیم آدیتیا بود. منظورت اینه که آدیتیا برج مراقبت رو نادیده گرفت و همچنین خطر بزرگی رو انجام داد، آره؟ خیلی خوب، حالا میتونیم بریم. جناب قاضی، به نظرتون آدیتیا یه پزشکه یا یه خلبان هواپیما؟ خودش فرض کرده که اگه کسی قفسه سینه‌اش درد میکنه یعنی دچار حمله قلبی شده. یا دنبال دلیل بوده تا از دهرادون هر طوری شده به موسوری برسه و نقشاشو هر طوری که شده عملی کنه، وگرنه کی چونه این همه مسافر رو به خطر میندازه؟ جناب قاضی، اجازه بدین به این سوال پاسخ بدم. آدیتیا و زوگا برنامه ریزی کردن که پوجا یا شاسر راهشون بردارن و بعدشم شرکت اونو صاحب بشن. آدیتیا و زویا با همکاری همجون اونا رو گرفتن و بعدم با خوشحالی شروع به زندگی کردن. این یعنی چی چنه به قاضی؟ شما چی برداشت میکنی؟ صحبتم تموم شد. بابا این قاضیه داره میدونم حرفای دادستانو باور کرده. خدا رو شکر زمان دادگاه امروز تموم شد. جلسه امروز تموم شد. جلسه بعدی فردا ساعت 9 ادامه داره. وکیل مدافع میتونه فردا از پرونده دفاع کنه. بله قربان. آدی، به من گوش کن. هیچ دادستانی نمیتونه به تو یا زویا آسیب بزنه. من به هر قیمتی شده این پرونده رو برنده میشم. به من اعتماد داری؟ آره؟ حرکت کنید.
به هر حال به جز اعتماد به اون کار دیگه ای نمیتونی کنی. ببریدش. بجام. امیدوارم خدا برای جلسه فردا کمکمون کنه. نمیدونم چرا همچین حسی دارم، اما فکر میکنم زویا از این پرونده نجات پیدا میکنه. ولی آدیتا هودا توی یه درد سر میفته. اونا شواهد محکمی علیهش دارن. آشواردان هودا فقط باید معجزه کنه. من همه یه تلاشمو میکنم تا پسرمو نجات بدم. حتی اگه مجبور بشم دست به هر کاری بزنم، حتما معجزه میکنم تا نجاتش بدم. زویا میدونستم همچین اتفاقی میافته. برای همین بهت گفتم که موضوع ماهیو بگی. کسی که این همه نگرانشی یه ذره هم به تو اهمیت نمیده. پس کی میخوای اینو بفهمی؟ تو با خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که من نگران خودمم؟ آدیتیا، من نگران تو هم. جوری که اونجا آبروی تو رو بردن، انگار که تو مقصری و توی همه چیز دست داشتی. زویا نگران من نباش، بابام هست، اون یه کاری میکنه. امیدوارم که اینطور باشه. بیا بیرون، ملاقات چی داری؟ امروز راجویر همه یه ورقاشو توی دادگاه بازی کرد. حالا توپ توی زمین منه. من همینو میگفتم بابا. حتی به زویا هم گفتم. گفتم بابا میدونه که ما بیگناهیم. میدونه مقصر نیستیم و ما رو نجات میده. مگه نه بابا؟ بابا، منو نجات میدی دیگه. من هیچ کاری نکردم. آره. بابا، شاید این دفتر خاطرات بتونه یه کمکی بهت بکنه. ببین، من میدونم که خبر داری که دفتر خاطراتو تو موسوری دزدیدن. این چیز دیگه مهم نیست هرجان. آخه بابا، این دفتر خاطرات ثابت میکنه که زویا و آدیتیا از ماجرای پوجا و یاش بی خبر بودن. آره درست هرجان، ممنون پسرم. هرجان، یه کاری انجام بده. به دیدن آدی و زویا برو، ازشون بپرس که وقتی راجویر دنبالشون بود چه اتفاقی افتاد. چشم بابا. قربان، این همون دفتره؟ آره خودشه. اینو بخون. اما آقا، هیچ کس نباید از این خبر داشته باشه، حتی آرجان. نگران نباشید، اصلا نگران نباشید. اما آقا، زویا خانم، ببین چی میگم. من اینجا خیریه باز نکردم. من فقط برای نجات پسرم تلاش میکنم. آرجانم فرستادم بره تا یه وقت اینجا سر راه تو نباشه. هر کاری که باید انجام بدی و الان انجام بده. چشم آقا. الو بابا، بابا لطفا خیلی زود خودتو برسون کلانتری. چی شده؟
حالا عادی خوبه؟ خیلی مضطربه، میخواد باهات صحبت کنه بابا، لطفا خودتو برسون. باشه دارم میام. گفت الان میاد. چی شده؟ اصلا نگران نباش پسرم، حواس من به همه چی هست، همه چی رو درست میکنم، حلش میکنم. میدونم چجوری حلش کردی. چی؟ داری از پرونده زویا کناره گیری میکنی؟ و میخوای همه ی تقصیرها رو بندازی گردن زویا. آتی، سعی کن منو درک کنی پسرم، همه ی شواهد و دلایل بر علیه توه. من دارم سعی میکنم نجاتت بدم، مثلا پدرتم. برای همین دارم اینو میگم. چطور میتونی این کارو بکنی؟ توی عشق به پسرت انقدر کور شدی که نمیتونی ببینی حتی زویا هم دختر یه نفره؟ بابا اونم مثل من بیگناهه، اونم فریب دادن. تو به این میگی عدالت؟ بهت بدی کنن، تحمل کنی، متهم شی، آخرشم مجازات شی؟ وقتی گفتی که چاره ای جز این نداری منظورت چی بود؟ من پدرمو خوب میشناسم، هر کاری که بخواد و انجام میده. مشکل اینجاست که به جز من به هیچ کس فکر نمی کنی. اما نه، من اجازه نمیدم پدرم همچین جرمی مرتکب شه. اجازه نمیدم همچین اتهام بزرگی به یه دختر بیگناه بزنی. نه کافیه. به من نگو چی کار کنم، یه چیزی به من بگو. این زویا کیه؟ زویا کیه که به خاطرش داری زندگی تو به خاطر میندازی؟ میدونی مشکل تو همینه، وقتی کسی رو دوست داری نه تنها بهش اعتماد میکنی بلکه کورکورانه بهش باور داری. آسیب میبینی اما دوباره همون اشتباه رو تکرار میکنی. اول پوجا، بعدش ساکشی، حالا هم زویا. هره پوجا زنت بود، ساکشی هم مثلا مادرت بود، اما زویا؟ این زویا کیه؟ دوستته؟ همکارته؟ دلسوز؟ اون کیه عادی؟ زویا اگه میخوای وکیل دیگه ای بگیری اشکالی نداره، من با بابام صحبت میکنم. من قبلا بهت گفتم که تو این موضوع با همیم و من بهت باور دارم آدیتیا. من حتی به پدرتم باور دارم که هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده و ما رو از این مشکل نجات میده. هیچ کس هیچی، اون فقط بیگناه و من نمیتونم اجازه بدم اتفاق بدی براش بیفته. بابا تو فقط دوتا راه داری، یکیش اینه که هر دوی ما رو نجات بدی، یه راه دیگه اینه که فردا جلوی قاضی اعتراف کنم که من اون دو نفر رو به قتل رسوندم. چی؟ آدیتیا داری چی کار میکنی؟ داداش لطفاً آروم باشین، کار درستی نیست. چاره ای نداری مارجو، یا هر دومون نجات پیدا میکنیم یا فقط زویا. رازهای پنهان.